با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه دوم ماه می 2017. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران از اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند. میدونی که ما یه تغییراتی رو توی این برنامه ها انجام دادیم و روزای چهارشنبه ما یه قدری برنامه آقای مصداقی رو مجبوریم به خاطر برنامه خوب خانم پری عسگری یه قدری عقب بندازیم، ولی تغییراتی دادیم، اون برنامه رو به روز دوشنبه منتقل کردیم ساعت 9 صبح. در نتیجه برنامه آقای مصداقی روزای چهارشنبه همون ساعت 9 شروع میشه و برنامه آقای امینی رو هم از روز دوشنبه به همین روزای سه‌شنبه قبل از برنامه آقای رئیسی و پس از برنامه آقای خراسانی قرار دادیم، که امیدوارم این تغییرات باعث اذیت شما علاقمندان این برنامه ها نشده باشد. به حال ما همه تلاش رو اینه که به جهت بهتر شدن حرکت کنیم. بنابراین به حال روزای سه‌شنبه برنامه رو با آقای دکتر انصاری شروع میکنیم، بعد به سراغ آقای خراسانی میریم و بعد هم آقای امینی، مرد نازنین و دوست داشتنی که براستی شاید هم علاقمند است. حتی با آقای رئیسی به من میگو حتما از قول من با آقای رئیسی بگو که من همه برنامه هاش رو دنبال میکنم، بعد هم همه نوارا رو به ایران و این ورانور میفرستم برای بچه ها در ایران، دانشجوهای دانشگاه ها که با من در ارتباط هستن از من میپرسن، من این برنامه ها رو برای اونا میفرستم. عرضم به حضور شما که خب میخواییم بریم پیش آقای رئیسی، بنابراین اجازه بده که با چند تا پرسش خوب شروع کنیم. یکی این مسئله، عرضم به حضور شما که همین وضعیت ترور سعید کریمیان است. سعید کریمیان به حال یه آدمی بودش که از سال 2006 شروع کردن این شبکه جمع رو راه انداختن. شبکه جمع هم یه شبکه نبود، بلکه یک قول رسانه بود، به لحاظ اینکه او فقط برنامه نمیدونم فارسی نبود، یه کانال تلویزیونی نبود. اولا خود جمع فارسی شده 10 تا کانال جمع فارسی بود که موضوعات مختلف رو پخش میکرد. بعد در اونجا مثلا این سریال حریم سلطان که همه ایرانی های خارج کشور میشستن تماشا میکردن از تولیدات این برنامه. بعد جم عربی، جم هندی، جم انگلیسی، جم ترکی، جم ارمنی و هر کدوم از اینا هم شامل چندین کانال مختلف بودن که به سلایق مختلف برنامه اجرا میکردم. بنابراین یه قول رسانه بود و این به نظر من که بگیم یه آدمی تنهایی یا با شریکش دوتایی با شریک کویتیش میتونسته این کارو بکنن یه ذره امر سخته. بنابراین حتما قدرتی پشت داستان هست، پول فراوانی پشت داستان بوده و اگر به این داستان خوب دقت بکنیم میبینیم که این داستان ها که نه مجاهد بوده و نمیدونم اینجور بوده و نه، که همه معلومه که از تراوشات فکر کثیف نظام جمهوری اسلامی است. فتوشاپ کردن عکس این آدم و اینا همه دروغ محض است. این هیچ ارتباطی با اونا نداره. بخشی از خانوادهش، پدر مادرش حتی در ایران زندگی میکنن. شنیدم که پدرش رو که ارده بودن برای مراسم خاکسپاری پریروز، به پدرش نگفته بودن که پسر ترور شده، گفتن یه سکته کرده تو مریض‌خونه است، بیا بریم ببینیم چطوریه و اینا، که اونجا در حقیقت بهش بگن که آره پسر مثلا سکته کرده مرده، یه جوری اینطوری. و حواشی دارد، ولی به باور من این توی باندبازی، این نوع ترور، ترور حرفه‌ای بوده. وقتی برن ماشین آتیش بزنن، اولا به طور قطع و یقین دستگاه امنیت ترکیه توی این ماجرا دست داره و روز جمعه هم
تلاش خواهیم کرد که در همین راستا باز هم گفتگو بکنیم با آقای دادرس و یکی از بستگان همین آقای سعید کریمیان، اگر موفق بشیم اینا رو روی خط بیاریم با هم گفتگو بکنیم تا ببینیم که داستان چیست. ولی به باور من نقش جمهوری اسلامی در این داستان، عقیده من اینه که معلوم و معینه، و اینکه به حال یه دوره هم اینا حکم دادن که اصلا این ماهواره ها حرام است و محدود الدمن، بعدم یه چند وقت پیشم که یه حکم دادن همین مغیثه و اینا که حکم زندان برای این و گوگوش و نیکاهنگ کوثر و اینا هم صادر کردن که اینا هر کدومشون چند سال قیابی به حکم زندان محکوم شدن. اما بریم پیش آقای رئیسی و ببینیم که آقای رئیسی این ماجرا رو چگونه بهش نگاه میکنه، و بعد هم طبیعتاً موضوع انتخابات در ایران است و دلم میخواد که از اونجا هم به سمت انتخابات در ایران بریم و ببینیم که آقای رئیسی این مناظره ها و این مضحکه رو چگونه تو دستگاه تحلیلی خودش برای ما تعریف میکنه. آقای رئیسی، من به شما واقعا درود میفرستم، صمیمانه از حضور سپاسگزارم. بفرمایید، میشنویم فرمایش شما. بفرمایید. بله، سلام و درود به بینندگان و احتمالاً شنوندگان گرامی، همینطور با تشکر از جناب آقای بهبانی. در آغاز تبریک خودم رو به خاطر اول ماه می، روز جهانی کارگران و زحمتکشان، به همه کارگران و زحمتکشان، به همه دوستداران این طبقه ستم دیده و تولیدگر تبریک میگم، چرا که خاطرات بسیار زیادی من از اول ماه می دارم، از بخصوص سن 13 سالگی که تو کارآموزان شرکت نفرفتم، در جنوب مراسم اول ماه می رو خیلی خوب برگزار میکنم، از دوران انگلیسی هم همینجور. بسیاری از ورزش ها هست که جایزه هم میدادن، من اولین بار تو این مسابقات شرکت کردم و خیلی برام جالب بود. رفتم توی، چون مسابقات دو میدانی بود، مسابقات مختلف بود، مثلا فوتبال بود، دو میدانی رشته های مثلا چیت های گل 100 متر، 200 متر، 400 متر، یه بازی هم داشتن تنابکشی بود، برای بانوان هم مسابقات مختلفی داشتن، یه بازی بود به نام بارش بازی که می رفتن روی خرک و با به اصطلاح گونی پرسکاب به هم دیگه می زدن تا یکی می افته. این مال سنگین وزنا بود، یعنی آدم های بول پیکر که همیشه یا از اداره آتش نشانی جونه کلمن بودن قهرمان می شد، یا از اداره تعمیرگاه تعمیرات. خلاصه من نمیدونم چجوری تنزم گرفته بود برم روی رشته، حالا یه جوانه به قول معروف بسیار سبک وزن، و با این قول میخواستم در بیفتم عین داوود و جالوت. فقط یه نفر به من گفت اگر تو بتونی جا خالی بدی، تو که اصلا نمیتونی این گونی رو برداری، این کیسه پر از چیز و سنگینی، بعد تو نمیتونی پرتابش بدی بزنی و تازه بخور و بونی چی تاثیر نداره، خودت میفتی روی خرک، اگر اون تحریکش کن عصبانی بشه بعد بزنه به طرف تو، فقط جا خالی بدی با ضربه خودش میفته. من هم همین کاری کردم، در ناباوری قهرمان منطقه از رو خرک افتاد پایین که آغازی بود برای من که علاقه شخصی به اول ماهمه هم زیاد بشه و شاید خاطره بعد از انقلاب هم مهم باشه، جالب باشه. اون موقع خانه کارگر دست ما بود و طبیعتا من هم از طرف کارگران صنعت نفت و همینطور
به نمایندگی ویژه از طرف سازمان فدایان خلق قبل از انشابات هم یک پارچه بودم. نمایندگی داشتم که اول ماهنه رو تو خانه کارگر برگزار کنیم و هیچ تعمد و تعصبی هم نبود که انحصاری کارو بکنیم. با تمام نمایندگان مختلف تماس گرفتم، از حزب توده جناب آقای مظاهری که از سندیکالیست‌های بسیار قدیمی و انسان بسیار مهربان و شریفی هم، تا دوستان و رفقای خط 3 و خط 4 و خط 5 و خط های زیادی بود اونجا تبدیل شده بود. و اون موقع این اصلاح طلبان که بعدها مأمورین امنیتی شدن بر علی طبقه کارگر و از اونجا مثل محجوب و دیگران تلاش میکردن خانه کارگر رو بگیرن، هیچ پایگاهی و هیچ جایگاهی در طبقه کارگر نداشتن. بالاخره مراحل تدارکاتی گذشت تا در آستانه برگزاری اول ماه می بود سال 58 که البته حزب توده در این مرحله جدا شد، راهپیمای مستقل گذاشتن، ما با باقیه اجرا کردیم که به گفته بی بی سی در اون دوره همون غروب خبر پخش کرد، گفت بزرگترین اول ماه می تاریخ خاورمیانه. بنا به روایت خود بی بی سی نزدیک 500 هزار نفر شرکت کردند در این راهپیمایی. و جالب اینجاست که آقای خمینی وحشت کرد که چنین نیرویی است، که اون سخنرانی معروفش غروب بلافاصله انجام داد که خدا هم کارگر بوده است، سند دستای پینبسته کار زحمت کشان و دهقانان است. و اون یاوه هایی که در رابطه با این فدایی ها می روند خرمن آتش می زنند این چیز را بیان کرد. که از این تاریخ به بعد ما دیدیم که سند دستای پینه بسته نبوده، اینها تعارفات بود. و گفت خدا هم کارگر است. تا اینجا دیگه پیش رفت که خدا هم کارگر است. ولی همونطور که میبینیم الان هم امروز هم صحبت میکنیم، این سرنوشت کارگران و زحمت کشان در مثلا نظامی است که با این سخنان آغاز کرد. سند دستای پینه بسته مردم است، کارگر خدا هم کارگر بوده است و الاخر. اما در صورت این به خاطر اول ماهنامه این موردها رو یادآوری بکنم که البته بعد از اون تاریخ تهاجم چماقداران و چاقوکشان و حزب الله و سار الله و اینها برای تصرف خانه کارگر آغاز شد. یعنی این تصرف یه تصرف فیزیکی بود، نه بر اساس مقبولیت در کارگران. هیچ وجه چنین چیزی وجود نداشت. همون موقع در صنعت نفت انتخابات آزاد شوراها شد، طرفداران رژیم کمترین رأی ممکن رو آوردن و تمام شوراهای کارگری در صنایع بزرگ تماما نیروهای ترقی خواه بودن. در صنعت نفت این گونه بود، آرایشگاه تهران، آرایشگاه های ایران، همه جا. بعد از تصفیه های خونین، بگیر به بندها، سرکوب کردن ها و اینها، اینا در صورت اون نهادها را تصرف کرد. انجمن های اسلامی درست کردن و تصفیه های خونین رو آغاز کردن و از این طریق تمام نهادهای کارگری رو به سرویس های امنیتی حکومت وصل کردن و پلیسی کردن محیط کارگری رو آغاز کردن. اما در رابطه با این ترور من آشناییم در سطح همین برخم گوش دادن، نگاه کردن به این رسانه برای موارد ضروری یا مواردی که وقت داشتم و خیلی اطلاعات کمی داشتم.
اما تو این فاصله خب با توجه به اخباری که منتشر شد دوره اطلاعات ضد نقیص هم بسیار زیاد است. یک مورد الان شما گفتید پدر مادرش ایران هست، برای من تعجب آور بود، چون در صورت بیوگرافیشون این است که ایشون مثل کودک بوده یا نوجوان بوده، کودک بوده، خودش و برادرش با پدرش که طرفدار مجاهدین بوده مثلا به عراق میرن و در اونجا پدرش در عملیات مرصاد یا در صورت در کرمانشاه کشته میشه. این مثل نهادهای بین المللی که با کودکان در حال جنگ کار میکنن، اینا که تو پادگان اشرف بودن تماس میگیره، تماس پیدا میکنن، نام اینها در لیست کودکانی که باید کمک بشن قرار میگیرن، از این طریق به سوئد منتقل میشن یا به اروپا منتقل میشن. در صورت اونطوری که من بسیار دنبال کردم، مادرشون با برادر پدرش یعنی عموش ازدواج میکنه و مورد قبول این دو برادر نیست و کمک هزینه های اینا قطع میشه و اینا. در صورت با این بیوگرافی که من خوندم بسیار زندگی تلخی رو از سر گذراندم و در صورت بعد از این حادثه به آمریکا میرن، با اولین رادیوها همکاری میکنن و از اونجا در صورت وقتی که سیمای آزادی یا تلویزیون مجاهدین رو اندازی میشه دو سه سال با اونا کار میکنن. از اونجا یا اختلاف هست یا به هر دلیل از جدا میشن، به دبی میان و در اونجا با شخصی آشنا میشن به نام آقای فراهانی که ایشون ادعا داره از سپاه پاسداران تصفیه شده ولی پول بسیار کلانی رو اختلاس کرده و با خودش به دبی منتقل کرده. تر این دوستی و آشنایی منجر به حرکت مستقل تلویزیون اینا میشه. آیا سوال اول، آیا این پول از طریق فراهانی تزریق شده؟ چون دبی یکی از کانونهای اصلی فعالیت تجاری امنیتی به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی است و از اونجا هم تونستن حتی عناصری با تابعیت دبی یا کویت یا کشورهای حوزه رو به همکاری جلب کنن. به عنوان مثال یکی از بزرگترین میلیاردرهای دبی که به اصطلاح با جمهوری اسلامی هست، الان رابطه اصلی جمهوری اسلامی با آقای ترامپ هست، چون روابطش با آقای ترامپ خوب هست. پس بنابراین جمهوری اسلامی تو دبی فقط فعالیت تجاری نمی کنه، بلکه بخش بزرگی از قاچاق بین المللی از طریق دبی هست که به ایران میاد. این پدیده قاچاق به مقیاس عظیم ساده صورت نمیگیره. بزرگترین طرف تجاری ایران هم تا کنون دبی بوده، امارات بوده و به عنوان مثال خیلی راحت میشه فهمید که مواد کالاها از دبی به بنادر آزاد میاد که کیش رو رفسنجانی سردسته بزرگ قاچاقچی ها بنادر بندر آزاد کرد یا چندین نقطه رو که این کالاها بدون گمرکی، بدون کنترل گمرکی، بدون کنترل دولت وارد مناطق میشه و از اونجا شبکه توزیع داخلی حرکت میکنه. فهم این مطلب سیاست سخت نیست که چقدر کالا قاچاق میشه. به عنوان مثال سال پیش 13 میلیارد دلار کالا از چین وارد شد. خب وقتی که میری مبدأ
کانال مبدا که چین باشه که صادر کرده، خروجی گمرکاتش با مدرک و سند به شما میگه 13 میلیارد ما به طرف ایران صادر کرد. ولی وقتی که میاد به ایران میرسه، گمرکات ایران نزدیک 6 میلیاردش رو ضبط کردن، 5.5 میلیاردش رو، 8.5 میلیاردش از چین اومده ولی به گمرکات ایران نرسیده، اونجا پخش شده. یعنی این شبکه های مافیایی عمدتا از طرف دبی به صورت انبو منتقل میشه به داخل. به همین دلیل هم به صورت 8 میلیارد دلار سیگار فقط هشت داریم که محسن رضایی در این باند قاچاق است، رفسنجانی، همه اینا، و از این طریق بوده که رفسنجانی تونسته در خارج یه شبکه عظیم و قدرتمند رسانه‌ای درست کنه، روشن فکرا رو بخره، به اصطلاح شخصیت های بزرگ رو، یه شبکه هم از این پول هست. از این پول هست که از این طریق پخش میشه و چیکار میکنه، مافیا سازی میکنن و به همه جا را آلوده کردن. در صورت این پدیده هم که من بررسی میکنم، خب ایشون استعداد داره ولی استعداد شگفتانگیزی که نداره، که این پول هست. من اطلاع دارم که بسیاری مثلا در داخل همین اواخر یک دو سه ماه پیش میخواسته ده ها کارشناس ارشد رو استخدام بکنه در سطح بزرگ، مثلا ارشدترین تحلیلگرای اقتصادی، ارشدترین چیزها، و از داخل هم استفاده میکرد، داخل ایران، خارج، همه چی. اینجا پول داشتن هست که استعدادها را میشه خرید و اون استعدادهای خرید شده است که میشه شبکه ها رو راه انداخت و کنترل هم دست خودت هست. حالا اینکه این حادثه اختلافات مالی شدید است، که البته این رو هم اضافه بکنم، آقای زراب یکی از دلالان بزرگ بود که ایران از طریق زنجانی، بابک زنجانی، نفت رو به مافیای اردوغان منتقل بکردن و اون شبکه جهانی خودش رو درست کرده بود، و بعد از طریق آقای زراب که یک صراف بود، طلاها رو، یعنی پول اون رو به صورت طلا می بردن دبی و از دبی وارد ایران می شد، که تو خبرها چندین تن طلا که با هواپیما می رفتم رسد شد و به رسانه هم شد. یعنی شبکه پیچیده مرموز مافیایی که در همه جا رخنه کرده، و به همین دلیل وقتی که به اصطلاح شما می آید مسئله به اصطلاح بابک زنجانی رو بررسی می کنی، میتونی بسیاری حوادث رو ببینی که 47 میلیارد دلار پول ایران مفقود شده. این پولا واقعا کجا رفته؟ اندازه دزدی ها رو وقتی رصد میکنی، دزدی های 3 میلیارد دلاری بابک زنجانی که آدم راننده بوده، استعداد نمیخواد، راننده بوده، استعداد طبیعیش همونی که شغلش راننده بسیج بوده، و این کتوله ها را می افتن و شرکت نیکو درست میشه، مال وابسته به شرکت نفت، بازوی تجاری و شرکت وابسته فروش نفت که متعلق به وزارت نفته، و میبینیم که دارای شعبات بسیار پر زرق و برقی هست، در لندن تأسیس میشه و در بعضی از کشورهای جهان شعبه میزنن، و در سال 2003 زمانی که خاتمی و مسئله حمله مطرح میشه به زوریخ منتقل میشه، مرکز سرویس های بانکی جهان، و میبینیم که ده 3 سال در دوران نهاد نژاد اومده رو کار، درآمد های شرکت نیکو از 14.7 میلیارد به 22 میلیارد میرسه، پول های افسانه از بالا رفتن قیمت نفت و مسائلی رو که به وجود میاره. خب
وقتی که ما بابک زنجانی رو این پدیده رو بررسی میکنیم میبینیم که این پولا چجوری پخش میشه، در رأسش کیا هست، هر کس شبکه مافیایی خودشه، یه مافیا رفسنجانی درست کرده، یه مافیا احمدی‌نژاد درست کرده، مافیای به قول معروف آستان قدس رضوی درست میشه. خب بابک زنجانی ظرف یک هفته معادل 520 میلیون یورو به حساب بانک مرکزی قرار رو واریز کنه تو این دادگاهاش که راه میفته، ظرف حداکثر 15 روز معادل 400 میلیون یورو به پیمانکارانی که از طرف به اصطلاح شرکت نیکو، همین شرکت وابسته به شرکت نفت، پرداخت بکنه. مانده بدهی شرکت ایزو هم معادل مبلغ 982 میلیون یورو و اون معیانات گازی هم که فروخته نزدیک به 647 میلیون یورو است. خب این بابک زنجانی حالا یه بررسیش کن این پدیده شوم چی هست. و حالا جالبی اینجاست که اینقدر وقیه این آدم های توی نظام که یکی از وقیه ترین اونها که آلوده ترین هم هست همین آقای شهردار تهران قالیباف که توی تمام این دزدی های کلان نقش داشته، غیر از اون کارهایی رو که شهرت پیدا کرده، مده ها رو استخدام کرده، نفهم 4-5 هزار نفر رو استخدام کرده، حقوق میده اصلا سر کار نمیان، نه همه اثبات شده است، توی نماینده های مجلس هم مسائلش در شده. در صورت ایشون بابک زنجانی مشخص میگه بابک زنجانی یک واریز 4 میلیارد یورویی از وجوه حاصل از فروش نفت رو به حساب بانک مسکن گفته چی شده که واهیه، دروغ. در پیگیری ها که کردن بابک زنجانی یه فقره ضمانتنامه بانکی به حساب عهده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه به مبلغ 80 هزار میلیارد ریال به نفع شهرداری تهران ارائه کرد و تاکید کرده که شهرداری تهران متعهد شده در قبال این زمان نامه پرداخت بدهی به شرکت ملی نفت رو تضمین بکنه. یعنی کاملا آشکار آقای قالیباف تو این دوزی های کلان هست و شهرداری تهران برای پاسخگویی در خصوص آن بخش از فعالیت های بابک زنجانی که با وزارت نفت تحت اختیار اصولگرایان بوده و در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفته خب بیاد پاسخگو باشه. و شگفت انگیز است اینقدر اینها فقیه هستند، مثل همین آقای قالیباف که میاد یه دو قطبی درست میکنه، 4% بسیار ثروتمندان، 96% فقرا، بعد یه جوری حرف میزنه که انگاری خودش جز این 96% 4% یا مثلا فرض کن رقباش هستن، نمیاد توضیح بده تو نه تنها توی جزی 4% هستی بلکه از مخوفترین اونها هستی، باند مافیایی تو تهران درست کردی. تا اونجا که من اطلاع دارم از این شبکه مافیایی این بسیاری از کانونای قدرت به ترس و حراس افتادن، حتی خود خامنه ای. یعنی این آدم 57% تولید ناخالص کشور در دست اینه، یعنی در تهرانه، در این محدوده حرکت میکنه. برای خودش استادای زیادی رو خریده، تزریق کرده تو دانشگاه، نمایندگان زیادی رو خریده با پول توی مجموعه، وکلای زیادی رو خریده، قاضیان زیادی رو خریده. این شبکه مخوف درست کرده که سایر کانونای قدرت از این به وحشت افتادن و احتمال من میدم که این تنها راه این که از این شهرداری تهران که به یک دولت قوی تبدیل شده، یه دولت مافیایی قوی تبدیل شده، احتمالا برای حذفش از صحنه این رو قول دادن برای کاندید ریاست جمهوری که آخرین کارتش هم هست. و البته اصولگرایان نمیتونن از مسئولیت اخلاقی خودشون در این زمینه شانه خالی کنن، اما با آقای قالیباف
که با ادعای حمایت از 96 درصد جامعه در مقابل 4 درصدی ها پا به میدان گذاشته، باید توضیح بده همکاریش با بابک زنجانی در چه سطحی بوده که شهرداری تهران حاضر شده ضمانتنامه 80 هزار میلیارد ریالی بابک زنجانی رو بپذیره. آیا پروژه ایران زمین بابک زنجانی در شرک غرب و نقش بابک زنجانی در پروژه پرهزینه و کمفایده پل طبقاتی سد در شمال تهران بخشی از اقدامات قالیباف در حمایت از این 96 درصدی هاست یا خودش یکی از 4 درصدی های مخوف هست؟ و دیدیم که وقتی که به اصطلاح مسئلهش تر شد، مسئله این شخص تر شد و برای نخستین بار این آقای یاشار کمالی یا یکی از نویسنده های اینا بود که به اصطلاح مطالب ایشون رو درج کردن، دیدیم که با چه واکنش وحشتناکی برخورد شد باش، بهش به این انسان برخورد کردن، به زندان انداختن، به یکی از طرفداران قالیباف در مقام نماینده مردم که گفت باید 6 روز خواریشون رو به داعشی ها داد. اینم ادبیات این لومپنهای کثیفی که تمام دوروبر قالیباف یه شبکه از لومپنها، مداها، چاقوکشها، عربدکشها، چاقوکشهای قزوینی که در سرکوب 88 اینا رو آورد و اینها این به اصطلاح مافیای مخوفی است که ایشون راه انداخته. در صورت با توجه به این توضیحات میشه گفت که به اصطلاح این شبکه هایی که در ترکیه، در دوبه و اینجور جاها درست میشه، با توجه به این که هر دو کشور ایران و ترکیه دستگاه امنیتی مخوف دارن و در پراتیک در عمل هم اثبات کردن، رشد این مجموعه ها در کنار یه همچون فضای کانهای قدرت باید حمایتشون کنن، پشتیبانی کنن و یا امکانسازی کنن براشون. در صورت من این نوع مرگ رو هم مافیایی ارزیابی میکنم. این شیوه های انتقام کشی مافیایی است که اینجوری به رگبار میبندند و فلان. البته وزارت خارجه ایران هم این مسئله رو شروع کرده پیگیری کردن. حالا اینکه میخوان شاعبه به اصطلاح اینکه جمهوری اسلامی رو ترور کرده رو از بین ببرن، وگرنه حتی این مسئله که اینا رو زندان داده، یعنی چند سال زندان دادن، خانم گوگوش هم 16 سال زندان قیابن بهش صادر کردن و این جور چیزها رو من زیاد جدی نمیگیرم، چون یکی از شیوه های رخنه جمهوری اسلامی قهرمان سازی است. لاجوردی یه حرفی زد رسما که ما اشتباه شاه رو نمی کنیم، از زندانهای ما قهرمان بیرون نمیاد، یا زیر شکنجه میمیره یا تیرباران میشه یا در صورت میشکنه و میاد تو تلویزیون و چیز نمی کنه. البته وقتی که اون کانونای اصلی مقاومت برخواسته و شکل گرفته از پیش از انقلاب این گونه جنایتکاران سرکوب شدن، به کشتارهای وسیع رو انداختن، تو مراحل بعدی و شروع کردن قهرمان ساختن. مواردی رو من میشناسم که بلا صورت نویسنده بوده میخواد تزریقش کنن به اپوزیسیون در خارج، یک مرتبه دادستانی تهران میگه 70 ضربه شلاق باید بخوره و حکم صادر میکنه، ولی ایشون مستقیم سوال ما میشه در آلمان پیاده میشه و یه حادثه، ولی یه مدتی هم گول زد، فریب داد و همچون فریب هایی رو انجام داد با این فضا سازی و سابقه نویسندگی و فلان، بسیار کلاهبرداری های بزرگی هم کرده، در برلین کرده، در کل کرده، در جای دیگه از اینجور قهرمان بازی ها در صورت درست میکنن. فقط
این گروه های بی تجربه و آدم های بی تجربه هستن که فریب اینجور قهرمان سازی های جمهوری اسلامی رو میخورن و من اصل و بر براءت اینا نمیگذارم که یک مرتبه کسی از زندان آزاد شد، برای من به قول معروف به معنای این است که پاک و منزه است. در صورت در دوران فلاحیان یکی از شیوه های پلید اینا که مبتکرش هم سعید امامی بود، زنان دختران زیبارو رو به بانهای واهی موعد فران هست و بهمان هست و بهمان میگرفتن میبردن زیر فشارهای وقیحانه و کارهای پلید، فیلم از اینا میگرفتن و بعد باشون خواست همکاری یا همکاری یا این فیلماتون میاد تو شبکه ها و اینا بیچاره تن به همکاری میدادن. نزدیک به 300 نفر اینا که بسیار هم زیبارو بودن به اروپا و آمریکا و کانادا فرستادن. موارد مشخص من سراغ برم و از این طریق به اصطلاح رخ نکنم. یعنی تو این زمینه ها این جمهوری اسلامی بسیار بسیار مبتکرتر از اپوزیسیون است. اپوزیسیون همیشه بازی میخوره روی این مسئله. اما این مسئله رو از روشن کردیم تا اطلاعات دقیق بدون ردخور بدون به قول معروف تصفیه شده بیرون نیاد. هر خبری اطلاعات که نیست که، خبرهای متناقض زیاد، تا اطلاعات دقیق دیگه تشکیک ناپذیر به دست من نرسه نمیتونم با قطعیت بگم با جمهوری اسلامی رو زده با خود اهداف سیاسی زده و فلان و اینا نیست. تا وقتی اینا رو به دست آمد آنالیز کردم، چون نمیخوام به هیچ وجه وارد بازی هایی بشم، بازی های امنیتی که بعدش فریب خورده از این بازی من بیرون بیام. یعنی بعد از این مدت یه سال احساس کنم دستگاه امنیتی من رو بازی داده، سیستم های امنیتی من رو بازی دادن. بلکه روی اینجور مواقع روی خبرهای اولیه به هیچ وجه مکس نمی کنم و صبر می کنم تا بیشتر روشن بشه و اوضاع به وجود بیاد. اما در رابطه با انتخابات، خب حوادثی رو ما شاهدش بودیم و هستیم که اینا خواستن که یک دو قطبی درست کنن، قطبی به اصطلاح رئیسی و روحانی، یعنی ایجاد حراس وحشتناک که رئیسی بیاید، یعنی کشتارهای 67، یعنی فلان با اون سوابقی هم کیشون دارن. و کلید این کار رو هم در خارج خورد. آقای گنجی نخستین کسی بود که اصطلاح آیت الله قاتل رو آورد، پشترش لندن فرق نگهدار این رو رله کرد به طرفداران اون تا این دو قطبی رو درست کنن و از این طریق نه بر پای خواست و حقوق خدش ناپذیر شهروندان، نه بر پایه برنامه ارائه شده از طرف این کاندیداها، بلکه صرفا از لحاظ روانی از طریق ایجاد حراس و وحشت، یعنی از طریق اینکه آقا یک مرتبه همین دستاوردهایی هم که داریم که حالا توضیح میدیم دستاوردها چی هست، یک مرتبه به قهقرای و سیاهی و تباهی میری، یه مرتبه زمحریر میشه، یه مرتبه جنگ جهانی را میفته، یه مرتبه فلان میشه اگه بابا از طریق این حراس که دائما هم این سخن مضحک رو تکرار میکنم. ولی اشرای مناظره خب قالیباف سعی کرد ستاره مناظره باشه، با برگهای سوخته احمدی‌نژاد بازی میکرد، کاملا در قالب یک احمدی‌نژاد دوم، عوام فریب، پوپولیست و
آدمی که در صورت آشکاره، آشکار دروغگویاش، ولی خواسته در صورت مدافع زحمتکشان، مردم، محرومین خودشو معرفی بکنه. اومده بود تا دست دولت روحانی رو رو بکنه با قول خودش. روحانی هم از امیدواری مردم میگفت، قالیباف پاسخ میداد که آمار خودتون میگه میزان افسردگی بسیار بالا رفته. میزان افسردگی رو کی برده بالا؟ کابینه های قبل، کل نظام، کل اسلام. اصلا اسلام دشمن شادی است، دشمن موسیقی است، دشمن کنسرت است. اینا عصر رو رها کردی. روحانی میگفت که دولت در محیط زیست، رسیدگی مناطق محروم و حل بحران آب کارهایی کرده. قالیباف هم پاسخ میداد پس چرا 24% جمعیت ایران به دشت تهران مهاجرت کرد. جالبیش اینجاست که یه سری حقایق هولناک از زبان کاندیداها بیرون میاد. تا حالا حقیقتش من نشنیده بودم که 24% جمعیت ایران از مناطق روستایی فرار کردن به اطراف تهران و حاشیه نشین و کپر نشین و زاغ نشین و در صورت گورخواب و یا چیزای از این دست شدن. چون اضافه کرده یه دولت احمدی نژاد حداقل به مراتب مناطق محروم سردکشی میکرد. خب برای عوام‌فریبی میکرد. 47 میلیارد مفقود شده، این رو نمیگه. و جالب اینجاست که برای حفظ حیثیت نظام پاسخ به این آدم خیلی ساده بود، برای آقای روحانی چون اصله هست براش حفظ حیثیت نظام، خیلی از پشت پرده های مسئله احمدی نژاد رو رو نمی کنه، چون پای آقا میاد جلو که چک سفید به این داده بود، مورد حمایت کامل و مطلق از احمدی نژاد رو در دستور کار خودش قرار داده بود. اما روحانی از تهران بیرون نمیره. قالیباف همینطور جهانگیری رو به بی اخلاقی متهم کرد که به عنوان بدل تو اومدی در اینجا، یعنی اومدی کاندید پوششی هستی تو و صداقت هم نداری چون نمیگی با چه هدفی اومدی و بعد از مدتی خودت کنار میکشی، اونجا هم صداقتت معلوم میشه. در زمین عدالت اجتماعی و مسکن هم هیچ کدوم از کاندیداها حرفی برای گفتن نداشت. روحانی در هر دو مورد از برنامه احمدی نژاد مایه گذاشت. در مورد عدالت اجتماعی به ادامه یارانها صحبت کرد، در مورد مسکن به ادامه سیاست همون سیاست مسکن مهر احمدی نژاد بود و اینها. در کل این مناظره سر تا سر شعار و تخریب همدیگه بود. معلوم شد هیچ کدوم از کاندیداها هیچ برنامه‌ای ندارن، سلبی برخورد میکنن، نه در رابطه با بیکاری برنامه دارن به جز شعار دادن، شعارهای توخالی، نه در مورد به اصطلاح مشکلات عدیده‌ای که جامعه را گرفته، نه در مورد رکود حرفی زدن، نه در مورد زنان و مشکلات عظیمی که گرفتارش هستن یک کلمه در مورد مشکلات زنان حرفی زده نشد، در مورد کارگران. اما از جهت آرایش سیاسی و تاثیر مناظره بر انتخابات اگه دقت بکنید چند تا اثر روشن میشه. اولش این که اصلاح طلبان در محافل خودشون با نگرانی پیش بینی میکردن کاندید رقیب روحانی قالیباف نه رئیسی. و اینجا هرچی سرمایه گذاری اصلاح طلبا داخل و خارج کردن روی رئیسی که رئیسی حراسی رو مبنای پیروزی خودش رو قرار دادن، دیدن که این آدم اونجور نشسته حرف نمیزن هستن و این قالیباف حالت تهاجمی داره. این برخورد دوگانه اصلاح طلبا رو به بنبست کشونده. خب و از یک سو دیگه نمیتونن از استراتژی ترس و وحشت و داستان تکراری و کسل کننده بد و بدتر استفاده بکنن، و از سوی دیگه میدونن که قالیباف رأی روحانی رو میشکنه. و جهانگیری در میان کاندیداها هم برخلاف تصور اصلاح طلبان نه تنها کمکی به روحانی نکرد، بلکه از دو منظر بر ضد
اون عمل جریان به زده و تبدیل شد، علاوه این که برای همه مردم روشن شد او یه رقیب انتخاباتی صادق و واقعی نیست، حضورش ترفندی برای کمک به روحانی. این تصویر باعث اعتماد زدایی از مردم از دولت روحانی میشه. حضور قویتر جهانگیری نسبت به روحانی در سایه قرار گرفتن روحانی رو سبب شد. یعنی اینجا ما دو نفر ما دیدیم که فعالن، بقیه به نقش بدل یا پیشنه خاکستری جوکر پاسور تبدیل شدن. میرسلیم گرفته تا هاشمی تبا گرفته تا روحانی رئیسی، اینا همه به صورت تو آشیر بودن و در صورت این دو نفر مطرح شدن. در انتخابات معلوم شد که خب چقدر دروغ میگن، دروغ های بزرگ میگن، تا جایی که حتی شخصی مثل عسکرولادی صداش در آمد که آقا این حرف مفتی از حرف یاقی از دولت تو همین 45,000 تومنش مانده که به بخشی از جمعیت یارانه میده. حالا شما از کدوم منبع میگید 250,000 تومن در ما یارانه میدید؟ مثلا عدد سرتون میشه پول تاله شمردید؟ یا به قول معروف منبع درآمدتون کجاست؟ میخواید پول چاپ بکنید به مردم بدید؟ و پول ایران بیارزشتر از این هم خواهد شد؟ آیا پشتوانه این پول ارز هست؟ دلار هست؟ خب میفهمیم به چجوری دلار به دست میاد؟ از طریق صادرات کالاهای نفتی، مشتقات نفتی، معادن یا کالاهای تولیدی. شما که تولیدگر که نیستید، وارد کننده هستید، فقط نفت فروش هستید و این پولا رو میخواین از کجا بیارید بدید؟ اصلا میفهمید برای ایجاد یک شغل چقدر پول لازم هست؟ برای یک شغل میخوای راننده کامیون درست کن، کامیون الان تو ایران قیمتش چقدره؟ والا تا قدیبا من قیمت ها دستم بود، الان رجعه ما اینقدر نجومی شده که نمیدونم. فقط میدونم که یه راننده تاکسی بخوای درست کنی یه پراید باید بخری 40-50 میلیون تومن قیمتش یاد میکن برای یه شغل، برای کامیون، برای راننده تراکتور حداقل 500 میلیون یا 1 میلیارد پول میخواد. این منبع درآمدت کجاست؟ تو بخوای کارخونه بزنی چقدر میخواد؟ نزدیک 40 سال از برپای جمهوری اسلامی میگذره و قرار بود که این جماعت هم دین داشته باشه هم دنیا، که آقای خمینی گفت که قانع نباشید به این مقدار کم، ما همین دنیاتون رو درست بکنیم، همون دنیاتون، همین دنیاشو به باد داد، همون دنیا رو به باد داد. وقتی که به قول معروف فقر از در وارد میشه، ایمان از پنجره فرار میکنه. چیزی هست که هزار بار اگر هم ایران نخوانده باشی در تجربه این رو دیدی، وقتی که انسان گرسنه است دست به دزدی میزنه، وقتی که کودکش، من همین امروز مثلا یک کارگر جوان رو دیدم مش مصاحبه میکردن، تنم لرزید، آذری زبانم بود از رابطش با دخترش بچه هاش که خجالت میکشم چون اینقدر قول دادم و نتونستم متحققش کنم چون بیکارم، لذا دختر من فکر میکنه من دروغگوم، بغض گلوش گرفت و ترکید. چون چنین بلایی رو سر ملت داره بودیم، جوانی به شدت مستعد کار، علاقه من و فلان. شما کارخونه تراکتور سازی در تبریز امروز تعطیل شد با این سابقه. تراکتور لازم نداری آقای روحانی، آقای قالیباف، آقای رئیسی، تراکتور لازم نداری. دیگه چرا؟ خیلی روشنه. اتفاقا یکی از عناصر خودشون، یکی از این کاندیداهای رد صلاحیت شده یه سخنی گفت که البته من حدود 10 سال پیش این رو مطرح کردم، این فلسفه چادر سیاه از کجا آمد؟ چرا اینقدر مسئله چادر سیاه رو مطرح کردم؟ ایشون مدعی است که 4 کارخونه وجود داشت در ایران که چادر سیاه تولید میکرد، تا یکی از تجار عمده اسم نمیبره، حالا من
ده سال پیش گفتم آقای عسکر اولادی، ایشون اول انقلاب رفته با یه کارخونه در ژاپن قرارداد بسته، سالیانه 3,000,000 متر پارچه چادر سیاه وارد کنه برای که بازار مطلقا از آن خودش کنه، کارخونه را تعطیل کردن. بعد برای که فقط پوشش چادر سیاه باشه، تمام چاقوکشاشون هم انداختن تو خیابون تحت عنوانی که چادر گلدار اگه کسی بپوشه به اصطلاح تاقوتی است و هرزه است و بد حجاب است، فضایی درست کردن که مادرای همه ماها با چادرهای رنگی یا گلگلی یا چیت گلدار خیلی راحت کارهاشون انجام میدادن، خیلی راحت. به ندرت چادر سیاه برای مراسم عزاداری، مراسم مهمی یا چیزی از این دست چادر سیاه، حتی اونی که سنتن مزن. خب این یه موردش هست، چجوری کارخونه تبدیل میشه، چهار کارخونه اینجوری تبدیل میشه که آقای عسکرولادی انحصار تجارت اینا به دست میگیره، انحصار شکر دست کیه؟ مکارم شیرازی. همه کانونهای کانالهای داخلی تولید شکر باید نابود بشه، به همین دلیل به اصطلاح اون سیستم هفت‌تپه، نیشکر هفت‌تپه به هزار مشکلات مستو هم دوچارش کردن تا ورشکسته میشه، که دیدیم حقوق کارگران پرداخت نمی کنن. در صورتی که نیاز جامعه به مقیاس عظیم هست به شکر، نه تنها مصرف خانوادگی، تمام شیرینی پزها و تمام چیزها فران. جالب اینجاست که از طریق ایران وارد میشه، همه شکر به ترکیه منتقل میشه، متوجهی؟ و معاملات کلان هست پشتش. انحصار دارو مال جوادی آبانیه، حالا تو کافی است اون سهم تعیین شده رو ندی، کامیون حتی خیابون تمام متوقف میشه. یکی از آشناها دوستای نزدیک من این پروژه رو برای من توضیح داد که 2 ماه به سهمیش داده نشد، نیش داده شد، یه مرتبه از گمرکات نیامده بیرون تمام کامیون جاده بندرعباس متوقف شد، تا پول ریخته نشد به حساب آقا کامیون ها حرکت نکرد. هر کدوم اینها به اصطلاح شبکه وارد کننده خاص خودشونه دارن و به همین اینها هستن دشمن تولید داخلی هم، برای که سودهای کلان از طریق واردات هست و واردات انبوه هست، اینا عمده وارد کنندگاه هستن. همین مسئله چین رو بیان کردم که چجوری اتفاق میفته که تبدیل میشه واردات از چین یک مرتبه 8 میلیاردش قاچاق میشه، چون فقط گمرکات دور بزنن مالیات ندن، خود همه دستگاه دولتی مالیات نمیدن، فرار و فرار مالیاتی بیداد میکنه تو تمام وارد کنندگان تمامشون بلا استثنا. این هست که رقم های نجومی میگن قاچاق قاچاق اینجوری هست. در صورت معلوم میشه که این نامزده انتخاباتی حداقل سری چیزا رو رو کردن به خاطر زدن طرف مقابل، ولی نمیان بگه که مسئولی کار بوده. اصلا همین آقای خامنه‌ای طی سالها بعد از مرگ خمینی در رأس این سیستم بوده، ایشون مسئولیت اول رو داره که خودشون میگن گفته نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته 7 میلیون بیکار داریم، که آمارام پرتناقض، 10 میلیون آشیانه نشین داریم، اون آقای رئیسی میگه 15 میلیون، 10 میلیون بی سواد داریم. انصاف باید که حتی اگر امام غایب هم بیان، تمام 12 امام و 14 معصوم هم همین امروز وارد ایران بشن، این مشکلات رو فکر نمی کنم حل کنن، چون یه زمین سوخته تحویل امامان بزرگ ما میدن، امام زمان هاج و واج میمانه که این مملکت چرا به این روز افتاده. خب بعدش میشم گذاشتن مملکت امام زمان بقیت الله اعظم ارواحنا روی الفدا، مملکت هم لازم به اسم اون بنچاق کرد. در صورت نگاه بکنیم محیط زیست ایران بنا به گفته های خودشون صنایع کمر شکسته، فساد حیرت انگیزه،
یعنی فساد از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین سطح مدیران میانه به پایین ها به پاسبان کشیده شده، رشوه گیری، فساد به افسرها کشیده شده، به همه جا کشیده شده، به مامورین دولت، به قوه قضاییه که بیداد میکنه. فساد ایرت انگیز، کی میخواد این فساد را درست کنه و کی به اصطلاح به وجود آورنده چنین فساد گسترده و عظیمی است در تمام سطوح‌ها چی بر جای مانده؟ به گواهی نسخه که اصولگرایان خودشون مطرح میکنن، ملت تنگ دست شده که باید به دعا متوسل بشن یا صدقه که اینها میدن. و به خاطر همین هم اینا هر کدومشون مسئله صدقه دادن رو مطرح میکنن، یعنی میخوان رأی مردم بخرن. من بیام وام ازدواج 10 میلیون، او یکی میگه من 20 میلیون میدم، او میگه من یارانه 150 تا میدم، او میگه 250 تا من میدم. کیس خلیفه از حرف دیگه، دروغ گفتن، جاوه گفتن بسیار متداوله و شگفت‌انگیزه که اگر مردم دوباره بخوان باور بکنن. و شگفت‌انگیزتر از این است که یه سری روشنفکران خارج کشور چگونه این اراجیب و این سخنان نابخردانه و ضد اقتصادی رو میخوان باور کنن. همون به اصطلاح آقای خمینی که میخواست همین دنیا دنیاش رو درست کنه، همون دنیا آب مجانی، برق مجانی، فلان مجانی، اتوبوس مجانی، فلان، همون داستانا رو دوباره میخوان تکرار کنن و اینا هم در خارج تکرارش میکنن یا فضای درست میکنن که گویا اگر آقای روحانی بمانه فلان هست و بمان. در صورت یاران ها و مؤسسات توزیع صدقه مثل کمیته امداد و آستان و خص و معافیت مالیاتی و وام های ازدواج و همه نشدن برنامه دستگاهی برای رای خریدن از مردم. روحانی میگه 10 میلیون وام ازدواج میدم، رئیسی میگه 20 میلیون میدم، او یکی میگه 150 تا یارانه میدم، اون میگه 250 تا. اصولگرا هم میدونن که چه فقری در کشور موج میزنه، همشون میدونن. چطور میشه شکم گرسنه رو به شام گاهی وعده نانی میتونن انسان گرسنه رو فریب بدن؟ یعنی در صورت این رأی، رأی مبتنی بر آزادی نیست، رأی مبتنی بر آگاهی نیست، رأی مبتنی بر این نیست که در یک سیاست انتخاباتی این ملت شرکت بکنن و به سرنوشت ملی خودشون رو، آینده ملت خودشون رو، آینده خودشون رو بخوان به اصطلاح چیکار بکنن، درست کنن و پیش ببرن. و این جریان سنت، ذهن سنتی ما این گرفتاری رو داره، به ناکارآمدی زندگی گذشته فقط نگاه میکنه اما هنوز جرأت اندیشیدن نداره. حتی اگر توی لندن باشه، حتی اگر تو لس آنجلس باشه، جرأت اندیشیدن نداره و به دنبال الگوییست، مثل الگوهایی است که از اعماق وجودش جز تقلید نیست. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دوست لعنت بر این تقلید با ذهن تقلیدگر. یکیش الگوشی کرده تقلیدی از آمریکا، یکی از لندن، یکی از مسکو، یکی از چین، یکی از فلان، هر کدوم این ذهن تقلیدگر هست. نمیان که جامعه خودشون رو بشناسن و اساس این شناخت به صورت چی کار بکنن، مگر همین ملی مذهبی ها نبودن و یا همین ها نبودن که به قول معروف الگوشون اردوغان بود و چقدر تبلیغ میکردن؟ ایدئالشون جامعه ترکیه و اردوغان بود و الان مسئولیت میپذیرن چون لباس شیک و تو کشیده داشته، کراوات میزده، فلان میکرده، ولی نمیفهمیدن که این مغز این آدم، مغز مذهبیه، این پوسیده و فاسد هست. مغزش مثلا وقتی که به مسیر رفت، انسان کشی براش عادی فضیلت میشه، کردها رو دست دسته میکشه، راحت گرسنگی میده، شهرها رو محاصره میکنه و با تانک و توپ میره رو کلبه های انسانها و نابود میکنه. آخوندها خیلی که به اصطلاح به چیز بکنن، بخواییم انصاف بشون بدیم، اردوغان هیچ شماعتی به این آخوندهای شپشون نداره و این تصورشون این بود که نمیدونن مغز این آدم مثل از آخوندم فاسدتر است، مثل آخونده و گرفتار این شدن. خب حالا با توجه به اینها میم به اصطلاح وضعیت خودمون رو بررسی میکنیم. خب یه خوشحال شدن که در خارج هم نشستن،
خوشحال شدن که جهانگیری خوب زد تو دهن قالیباف. اینا طرفدارای اصلاحات هستن. آقای روحانی ضعیف‌تر از آنچه توقع میرفت ظاهر شد. دلیل مسئول را میشه درک کرد، اونم این بود که آقای روحانی میدونه که قرار رئیس جمهور آینده باشه. در نقطه مقابل آقای قالیباف، رئیسی و سایر کاندیدا میدونن قرار نیست رئیس جمهور آینده باشن. به همین جهت هم اونها در اظهار نظر و وعده‌هاشون راحت ترن و بیشتر میدن. بالاخره آقای روحانی در بخشی از مناظره بی دلیل کوتاه آمد، آنجا که داشت در خصوص درآمد کشور به طور عام و کاهش وابستگی به درآمد نفتی صحبت میکرد. ولی خب طرفدارای اصلاح طلبان قهرمانشون الان شده جانگیری، طرفداران اصولگرایان تفکرشون شده یا کاندیدیشون شده قالیباف و ظاهرا رئیسی از صحنه محو شده و اون خطرات و نگرانی ها میباید حداقل تو این طیف از عزیزان کاهش پیدا بکنه. میشه روز رو تصور بکنیم که مثل مصرف کنندگان یاران ها، اونا که اجالتا دستشون به دهانشون میرسه و هنوز هم به فلاکت نوالگیری نیفتادن اعتراضی کنن و بحثت بگن که آقا ملت به تریوزگی نباید کشیده شده به اینجوری که دستش منظری صدقه است، منظری یک امداد هست، منظری اینجور چیز هست. در صورت ما فقر و فساد میتونه اون اندک امید به توسعه هر هم به باد بده. اتفاقا تلاش پیگیر اصولگرایان این دوره است که غیر فقرا و حاشیه‌نشین ها به پای صندوق رای نیان و سعی کنن چیزی از یاران ها و وام ازدواج نگن و هرچه دستاورد اعتباری و فرهنگی سیاسی و اینا هست هم به باد بدن و برن. و اما در این اواخر یک مرتبه این نگرانی ها تشدید شد بعد از حوادث کره به تشنج شدید و بعد از اینکه در صورت مواضع چین و روسیه به شدت در مورد کره و مسائل منطقه خاورمیانه به خاطر فضایی که ترامپ درست کرده و تهدیدات هراس‌انگیزی که میکنه به هم نزدیک شده، اروپایی ها به وحشت افتادن که نکنه به اصطلاح آقای روحانی ببازه. سراسیمه وارد گود شدن. دیپلمات‌های اروپایی میگن اتحادیه اروپا برای افزایش بخت پیروزی اعتدالگرایان ایران در انتخابات ریاست جمهوری میبایست به تعهدات ناشی از توافق هسته‌ای ما پایبند باشیم. میبینیم که دیپلمات‌های اروپایی از قول دیپلمات‌های اروپایی، خبرگزاری رویتر بیان میکنه که اتحادیه اروپا از مواضع سرسختانه ترامپ در قبال ایران و توافق هسته‌ای با این کشور با گروه پنج بلاوی یک نگران هستند. به خاطر همه امروز صبح فکر میکنم پارلمان انگلیس سراسیمه اعلام براءت کرد از سیاست ترامپ در قبال برجام و خاورمیانه و فاصله گرفت، چون احساس کرده در صورت خطر این هست که این آقای روحانی که خیلی مطلوب انگلیسی ها هست بازی رو ببازه و در صورت خیلی به منافع اینها لطمه بخوره. دیپلمات های اروپایی نگران هستن که موضع خصمانه تر دولت ترامپ علیه ایران میتونه افزایش بخت تندروها رو در انتخابات ریاست جمهوری در ایران افزایش بده، گرچه هنوز نشانه از این موضع خصمانه تر که به ترک برجام از سوی واشنگتن بیان جامعه دیده نشده، فقط در حد تهدیدات هست و گام عملی برنداشته. البته این دستگاه دیپلماسی آقای ترامپ و خود آقای ترامپ و این دستگاهی که تو کاخ سفیدی هستن به هیچ وجه نمیشه به یک حرف یک کودک میشه اعتماد کرد، به حرف اینا نمیشه. ولی که هر 24 ساعت تمام استراتژی، تمام ایدئولوژی، تمام دکترین ها همه سرت میشه. یه جا حمله میکنه به ساکوره شمالی که چنان جو تبلیغاتی و تهاجمی و سخنان نابخردانه بیان میشه از طرف کاخ سفید که آدم فکر میکنه انقریب فردا حمله تمام عیار به کره شمالی شروع میشه. وقتی که با یک قدرت مقاومت شدید با
به اصطلاح چی میگن نمایش قدرت از طرف کره شمالی روبرو میشه که دارای بمب اتم هستم، دارای بمب هیدروژنی هستم، فقط با توپخانه میتونم سئول رو نابود کنم. احتیاج به موشک نیست. که آقای مکین هم میفهمه، حتی آقای مکین هم میفهمه که با توپخانه چنان سئول رو پایتخت رو نابود میکنن که حداقل 1 میلیون فراری بشن از منطقه اگر جان سالم بدن. وقتی که با چنین واکنش قدرتمندی روبرو میشه، این طوری به کرسی نشانده میشه که آمریکا به کشورهای ضعیف حمله میکنه، مثل سوریه، مثل عراق، مثل لیبی، مثل افغانستان، ولی با کشور قدرتمند خیلی با احتیاطه. و لعن آقای ترامپ چنان برمیگرده که از این جوانی که تا دیروز جوان دیوانه نابخرد در تک کلام آمریکایی‌ها بود و در رسانه‌هاشون هم این سخنان رو میگفتن، یک مرتبه آقای ترامپ کشف میکنه این جوان باذکاوت است، باهوش و باذکاوت است. حالا همون آدم این آدم، فقط این آدم اراده معطوف به قدرت داره ترامپ، یعنی از آدم های قوی خوشش میاد. رابطش هم با پوتین تو همینه، یعنی همه فکر میکنن یه رابطه های سری هست، اینا نه، این آدم از آدم قدرتمند خوشش میاد و خودش هم میخواد مثلا قدرتمند نشون بده، ولی همه خرابکاری میکنه چون کاراکترش نیست. میدونه یکی از آدم خودساخته است، مثلا رضا شاه، این آدم خودساخته است، از اون کودکیش رو پای خودش بوده، سختی ها کشیده، مرارت ها کشیده و بعد آمده توی نظام یا توی به اصطلاح سیستم ارتش، اونجا شب نخوابی ها کرده، مقاومت ها کرده، مبارزه ها کرده و هزار تا چیز کرده، رو پای خودش یادم. وقتی که خشم میگیره خشمش طبیعیه، وقتی میخنده خندش طبیعیه و به همین دلیلم به اصطلاح شخصی خود ساخته تولید قدرت میتونه بکنه با هر حرکتش. این انسان خود ساخته است. حالا کسی دیگه میخواد ادای رضا شاه رو در بیاره، یعنی چنین کاراکتری نداره، کاراکتر اصلا دیکتاتور نداره، ولی ادای دیکتاتور رو در میاره، سر به زنگا که میشه در میاره، دو تا با هم فرق میکنه. این آقا از آدم های قدرتمند خوشش میاد ولی خودش چنین کاراکتری نداره، به همین دلیلم چون اراده محدود به قدرت داره در مقابلش با قدرت بیستی مجبور عقب نشینی کنه. مورد متعددی دوی صد روز از خودش نشون داد. و اتفاقا اینجور آدم ها به شدت از آدم های چاپلوس خوششون میاد، از آدم های متملق خوششون میاد و الاخر و به همین دلیلم هر دیداری که با این آدم کسی انجام بده یه مقدار هندونه بذاره زیر بغل آقای ترامپ، تمام اندیشه های خودش رو میتونه القا کنه به آدم که از زبان او رله بشه. بگذاریم، ولی در صورت دولت ایشون هم دولت باجخواهی است که هنوز موشک های تاد رو نصب نکرده توی کره جنوبی که مردم به شدت مخالفن، تظاهرات میکنن. علت این که این خانمی رو که گفتن صده فساد داره فلان داره برکنارش کردن طرفدار آمریکا، اون مخالفت کرده بود با استقرار موشکای تاد آمریکایی، اون از کار برکنار کردن تا یک معاون بیارن و این کار رو انجام بدن. الان کاندید بعدی که شانس پیروزیش بسیار زیاده از الان مخالفت کرده ولی هنوز هیچی نشده، صورت حساب 1 میلیاردی رو گذاشتن روی میز کره جنوبی، مردمش یه پول باید بدید، هزینه باید بدید. همین عربستان رو هم دوباره هر وقت کسی پول بیاره، توی 3 ماه به اصطلاح اقتصاد آمریکا به شدت آسیب دیده، به جای اینکه این اقدامات موجب تحرک در اقتصاد آمریکا باشه باعث سقوط اقتصاد آمریکا میشه. بگذاریم، و این میخواد چالچوله هایی که در این مسئله به وجود اومده از طریق اخاذی از کشورهای دیگه پر بکنه. در صورت رئیس جمهور
این دیپلمات ها میگن مقام های آمریکایی نگران کارنامه حقوق بشری ایران، آزمایش موشکی این کشور، تأمین مالی گروه های شبه نظامی و همینطور حمایت از بشار اسد هستن. اما یکی از این دیپلمات های اروپایی میگه ما موافق نیستیم که برای پرداختن به این موضوعات باید به توافقات هسته‌ای ضربه بزنیم. این کار تنها موضع افراد تهاجمی در ایران رو به شدت بالا میبره و به همین دلیل هم سراسیمه هیئت به اصطلاح بزرگی رو فرستادن به ایران که قراردادهای زیادی رو تو این فاصله چیز بکنن، چون خامنه‌ای گفته که هیچ نتیجه برجام برای ما نداشته، نه تنها نداشته، کشور از اون حالتی که شما قول داده بودین از حالت جنگی خارج بشه و تهدیدات نظامی هم خارج بشه خارج نشده و دائما تهدیدات داره جای خودش، و بخصوص با آمدن ترامپ هم عربستان بسیار وقیح شده برای تهاجم به ایران و بیان هم میکنه و هم اسرائیل به اصطلاح بیان میکنه. در صورت با این حال میزان تاثیرگذاری اروپایی ها محدوده، اونا باید بتونن شرکت های اروپایی رو در برابر ریسک های ناشی از تحریم های آمریکا کنترل بکنن و بخصوص با این دعوایی که الان توی فرانسه است که بسیار پر اهمیته، بر علیه آلمان داره توطئه های جدی داره صورت میگیره. گرچه آقای ماکرون ادعا داره که برای نجات اتحادیه اروپا آمده و در مقابل لوپن، ولی مشخص داره میشه یواش یواش که اتحاد بانک های یهودی روچیلد ها و بانک های آمریکایی برای تسلط بر اروپا و زدن دوچه بانک آلمان، چون الان اقتصاد اروپا از طریق دوچه بانک کنترل میشه، تمام بانک ها، سیستم های بانکی اروپا، سیستم های مالی اروپا، و اینا فرانسوی های آقای ماکرون دارن با روچیلد ها، بانک های یهودی، بانک های آمریکایی بخوان متحد بشن دوچه بانک رو که در اصل اقتصاد آلمان روی دوچه بانک یا مرکز ثقل مالی آلمان و اتحادیه اروپا است صورت بگیره. و اینا از همه الان سرازیر شدن به طرف لهستان، چون اونجا رو بخوان کانون اصلی پایگاه تهاجم به روسیه کنن. سرمایه ها به سرعت داره میره اونجا، کارخونه ها داره میره به سرعت اونجا و نیروی کار به شدت ارزون اونجا، برای که 1 میلیون کارگر اوکراینی از این بحران فرار کردن توی لهستان هستن و قیمت نیروی کار به شدت آنجا آمده پایین. هم لهستان رو تقویت کنن برای پایگاه به تهاجم به روسیه و هم پایگاه اصلی انگلو ساکسون ها بشه لهستان، و همینا دور زدن آلمان هست، چون آمریکایی ها آقای ترامپ آلمان رو دشمن اقتصادی میدونه، یکی چین هست احساس خطر میکنه ازش، یکی آلمانه، چون کشور آلمانه کشور صادراتیه و صادرات بسیار تکنولوژی بالا هم صادرات میکنه، کفش و لباس اینا که صادر نمیکنه، اتومبیل صادر میکنه و یا زیمنس تمام کارخونه ها رو صادر کنه، قطارهای سری رو صادر میکنه و اینها به اصطلاح ضربات سنگینی رو میخوان با آلمان وارد کنن. این موتور اقتصاد اروپا و مالی رو خود روچیلد ها و اینها بگیرن و به همین دلیل هم نمیدونم از درایت خانم مرکل یا هوشیاریشه که به طرف روسیه نزدیک میشه احتمالا، و یا سفرش به عربستان به سرا برای تضمین یا اطمینان یافتن برای مسئله انرژی هست که احساس میکنه آسیب پذیره، و در صورت اگر انرژی آسیب بپذیره صنایع آلمان هم به شدت آسیب میپذیرن. در صورت این مجموعه به هم پیوسته اتحادیه اروپا را نگران کرده که این تخاصم بین ایران اگر بهش نرسن و اعتدالیون نیان رو کار، تندروها بیان، خطر درگیری آمریکا و ایران یا خطر درگیری جنگ نیابتی بین ایران و عربستان و اسرائیل میره بالا و مسئله بستر تنگی هرمز
افزایش پیدا میکنه. 60% انرژی اتحادیه اروپا و آلمان از این تنگه عبور میکنه، نفت، و برای آمریکا اصلا اهمیت نداره الان که تنگه چین بشه، رقباش تمام آسیب میبینن، آلمان آسیب میبینه، چین آسیب میبینه، هند در صورت رقیب جانبی است، چون الان جنگ جنگ اقتصادی است، جنگ اصلی جنگ اقتصادی است. به خاطر همین هم است که مکین و یا برژنسکی میگن روسیه خطر اصلی نیست، خطر کوتاه مدته، چین خطر بلند مدته. و در صورت از حالا در تدارک تضعیف اقتصادهای تهاجمی هستن. برخی شرکت های غربی همینطور ایرباس، بوئینگ، شرکت های خودروسازی پژو، سیتروئن، رنو به بازار ایران برگشته، اما بسیاری دیگر هنوز از دورنمای تحریم های بیشتر ترامپ نگران هستند. همونطور که بارها شده بانک های آلمان رو جریمه های سنگینی کردن میلیاردی به خاطر برشورت معامله با ایران یا ارتباطات مالی با ایران. صورت مقیاس سرمایه گذاری های غربی در ایران یکی از نقاط اصلی حمله منتقدان تندروی دولت حسن روحانی رئیس جمهوره. آقا چی شد؟ شما که میگفتید 100 روزه، میگفتید کلید دست منه، میگفتید اگر برجام درست بشه سیل سرمایه های خارجی به طرف بازار ایران سرازیر خواهد شد، همه اینا رویا و افسانه بود و هیچ اتفاقی نیفتاده. اینا معتقدن ایران برنامه اصلی خودش رو در حالی وانهاده که طرف های غربی به وعده‌هاشون عمل نکردن. اقتصاد ایران کماکان زیر فشار تحریم ها عدم سرمایه گذاری خارجی به شدت تضعیف شده و این پیامدش هم این وضعیتی است که الان در ایران میبینیم که کارنامه آقای روحانی در این زمینه اینقدر به اصطلاح منفی هست که اصولگرایان از این زاویه بهش حمله میکنن. با این حال تراز تجاری اتحادیه اروپا با ایران کمی بهتر شده. قسمت اعظم افزایش این مناسبات تجاری فقط صادرات نفته و به همین دلیل اون چیزی هم که آقای روحانی تاکید میکنه رشد کردیم، رشد نفت بوده یا فروش نفت، چرا که به شدت در دوران تحریم به 800 هزار بشکه کمتر رسیده بود، الان صادرات نفت زیاد شده 2 میلیون خورده و طبیعتاً این بیلان کار رشد اقتصادی رو نشون میده. با این رشد به قیمت تعطیل بسیاری بسیاری از کارخونه ها در ایران صورت گرفته که پیامدهای ناجوری برای اقتصاد ایران میتونه داشته باشه. این توضیحاتی که من کنار هم بگذارم که جب چنین هست در مجموع که یک اون رئیسی حراسی مقداری به نظر من کمرنگ شده، چون در صورت خود هواداران که رای دهنده به اصولگرایان هستن یک کاندید تهاجمی میخوان، این نظر پشت احمدی نژاد رفتن که به شدت توی مناظره حالت تهاجمی داشت و قیافه و لباس پوشیدن احمدی نژاد و سبک زندگیش رو در صورت تو نارمک خونه داشته، یک ماشین کوچیک داشته، اینا همه مردم در صورت این رو تو طبقه خودشون دل پایین جامعه را میدادن عنوانه که از دل ایناست. اون موقع واقعا چی نداشت خیلی از اینا به اتکا به حقوق چیزایی که داشت، ولی الان این کاندیداهایی که همه هستن همه جز اخشار مرفه هستن. خود آقای روحانی خونش توی بلنجک بالای 100 میلیارد تومنه، وزراش تک تک، یکی از وزراش که ریختن به توی خانهش قاچاق البسه قاچاق زیادی رو کش کرده. البته تا دیروز هم میدونستن الان برای تخریب اون جناب صدر این کار میکنه. یعنی خونه یکی از وزراش چندین خونه داره که با قیمتهای چندین 100 میلیاردی چیز دارن، یعنی یه نوع اشرافیت پلیدی و بالا وجود داره. بیا آقای رئیسی 10% درآمد این آستان و قصر رضوی به حساب شخصی ریختی میشه، معلوم نه مالیات میده نه اینکه دلیل کار چی هست.
کی چنین مجوزی رو داده؟ آیا این مجوز رو آقای خامنه‌ای داده که ایشون رو به توریت آستان منصوب کرده؟ پاسخگو نیست کسی. ولی یک چیزی که روشن‌تر شده این است که در صورت بخشی از اصولگرایان پشت روحانی رفتن. این نظر آقای عسکرولادی که با طنز و تمسخر کسانی که وعده های بزرگ به مردم میدن رو مورد داوری قرار داده، یکی از نمونه هاست که در صورت آشکار آقای روحانی رو واقع بینتر در امور اقتصادی ارزیابی کرده که مثلا وعده های بزرگ و دروغی نمیده. یا ناطق نوری که به اصطلاح یک ستاد تشکیل داده و به صورت آمده پشت آقای روحانی. ظاهرا نیروهای نظامی هم با آقای روحانی نباید مشکلی داشته باشند، چرا که تولید سلاح‌های رزمی در دولت آقای روحانی، دولت 11، 100 برابر افزایش پیدا کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفته طی 4 سال فعالیت دولت 11 ظرفیت تولیدی سلاح‌های رزم انفرادی و جمعی در مقایسه با دولت گذشته 100 برابر افزایش پیدا کرد. خب مورد این توجه ویژه به نیروها قطعا با حمایت و پشتیبانی نیروهای مسلح رو برو خواهد شد. سردار حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت در بخش زمینی امروز تمام تجهیزات مورد نیاز نیروی زمینی را نه در مقیاس کوچک بلکه در مقیاس بزرگ، بسیار بزرگ تولید میکنیم. در صورت مقایسه کرده در سال 92 تا امروز 96 که میگفت سلاح‌های رزم انفرادی مانند کلاشنیکوف یک واحد از سلاح‌های رزم جمعی مانند تیربار رو ما داشتیم، در حالی که اکنون ساخت 100 واحد از این گونه سلاح‌ها را داریم. و جالب اینجاست که دولت آقای روحانی شدیداً ارتش رو تقویت کرده ولی به بودجه سپاه افزایش نداده. بودجه نظامی را در سال گذشته 34 هزار میلیارد تومان بوده و در مجموع دولت روحانی به نسبت یک سال قبلش حدود 120% بودجه نظامی را افزایش داده که با توجه به البته اوضاع متشنج و تهدیداتی که می صورت میگیره، در صورت حاصل کار این تهدیدات هم بلعیدن بخش قابل توجهی از ثروت به طرف ملیتاریسم و جنگ. در صورت سخنگوی دولت روحانی گفته که بودجه دفاع و امنیتی در سال بودجه سال 96 39200 میلیارد تومان شده و افزایش به شدت چشمگیری است و دلیل نداره که خب ارتش و نیروهای مسلح از آقای روحانی دلخور باشن. و یا همونطور هم که فرمانده نیروهای مسلح و اینا گفتن که کاندیداها حق دخالت یا حرف زدن در مورد مسائل نظامی رو به هیچ وجه ندارن، اون در حیطه امنیت ملی است و این در صورت خود متعلق به بیت رهبری است. ولی با وجود اینا ما می‌بینیم که کارخونه ها پشت سر هم داره تعطیل میشه، ارج که تعطیل شد بعد از 80 سال سابقه، بعد داروگر تعطیل شد بعد از 90 سال سابقه، تراکتور سازی تعطیل شد و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دیروز یک واحد فولاد هم تعطیل شد که میلگرد می ساخته به اینا و جز بخش مهمی از صنایع فولاد بوده. طبیعه با توجه به رکود ساختمان سازی در ایران و کلن فقط تو تهران 500 هزار خونه همینطور مونده، نه فروخته میشه نه کرایه،
در سطح کشور بیش از 2.5 میلیون خونه خالی هست، ولی مردم تو خیابون زندگی میکنن، تو کورها، زیر پلها، توی به قول معروف حسیر آبادها، حاشیه شهرها. شگفت انگیز جامعه است. در صورت مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملت در اطلاعیه خطاب به ریاست اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی در تشریح آخرین وضعیت شرکت تراکتورسازی تبریز گفته شرکت فوق بر اساس احکام صادر از شعبه 7 و 11 دادگاه عمومی تبریز ورشکسته اعلام شد. شگفت انگیز. در صورت تنها کشوری که جالبه 1% مساحت جهان رو داریم، 1% جمعیت جهان رو داریم، 7 تا 9% منابع جهان رو ما داریم. میفهمید یعنی چی؟ یعنی هر ایرانی میتونست 9 برابر جاهای دیگه، کشورهای دیگه وضعیتش بهتر باشه به خاطر منابع طبیعی عظیمی که ایران داره. نفت، گاز، سنگ های قیمتی، مس، آلومینیوم، همه چی داریم. ولی متاسفانه اینجوری است که این کارخونه باید تعطیل بشه، اعلام ورشکستگی بکنه و نمیدونم حالا باید فردا باید تراکتور وارد کنیم دیگه. در صورت بخش کشاورزی بیش از 15 میلیون هکتار زمین هست که باید کش بشه، باید تراکتور بخواد. نکنه بخواد برگردیم به اصل گاواهن زمان اشکانیان، یا نه یکی از این آقایون یا دسته از این اوباش حکومتی در قدرت هستن توافق کرد با یک شرکت خارجی تراکتور وارد کنن. پس بنابراین باید این تراکتور سازی رو اول نابود کنن، اگر نه جامعه که نمیتونه به صورت چیز بکنه. تراکتور در صورت بخشی از هر ضرورت ها یک بخشی کشاورزیه، کمباین، تراکتور و همه اینا. تراکتور سازی امور اداره امور شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران در ید اداره تصفیه و امور ورشکستگی تبریز قرار گرفت و نامش هم نوشتم، امور امضا هم کردم و فاجعه است. تا کجا رو خواهد ادامه پیدا بکنم؟ و چه اونایی که الان کاندید هستن هیچ کدام برنامه مشخصی برای این حل این معضلات و مشکلات ندارن، هیچ برنامه توسعه کشور رو ندارن هیچ. و طبیعتا همونطور که عرض کردم ذهن سنتی ما توانسته به ناکارآمدی زندگی گذشته آگاه بشه، اما هنوز جرأت اندیشیدن نداره در مورد اون مسئله. به دنبال الگویست گویی اعماق وجودش با تقلید عجید شده. بازنمایی کشورهای خارجی در ذهن نابالغ به شکل الگو در آمده و نه موجودیت های واقعی ساختار روابط بین الملل که بفهمن چی میگذرن. وقتی با آمریکا، روسیه، چین، کره، کوبا یا هر جا نگاه میکنن در اخبار و به اصطلاح متنها و اینا برخورد میشه، اولین تصویری که در ذهنشون نقش میبنده امکان الگو بودن یا ضد الگو بودن اون برای تقلید. ذهن سنتی نتوانسته خودش رو از تقلید آزاد کنه، یا وجودی که سالها لقه زبانیش جرأت دانستن داشته باشه حرف معروف دکارت رو، کانت رو حتی بر زبانم این روشن فکران دینی میارن، ولی مثلا در اینا ظاهرات تو ایران استادن و لاف گزاف هم میزنن در مورد خلوص سرزمین فلان، ولی اینا هیچ الگویی نه چیزی ندارن، هیچ ذهنیتی، ذهنیت توسعه گرا ندارن. نمیدونم که به اصطلاح برای توسعه کشور اولین چیز میهن پرستیه. میهن تو باید دوست داشته باشه، آباد کردن میهن، شغل ایجاد کردن. به آلمانی تو هر چیزی میخواد اول باشه، اینو بیان میکنم.
دوج کن اوبر اله بالاتر از همه. ژاپنی ها این رویه رو دارن و به همین دلیل توی آلمان سرمایه داراش به واقع ملی هستن. مثلا اینجا توی همین برلین بعد از الحاق دو برلین، برلین شرقی غربی بخش شرقیش، موزه ها تمام اینجاست. برگامان موزیوم مثلا یکی از موزه های بزرگ اروپا است، جهان هم است، یا موزه های دیگه، موزه های مثل واقعا موزه زیاد داره. سه شرکت آلمانی 3 میلیارد یورو گذاشتن که اینا رو نوسازی کنن، بازه زیمنس، آلیانس، مرسدس. مال ما چی؟ مال ما پولا رو میگیرن، جاسوس هم دزدن و یک خران توی مملکت سرمایه گذاری نمی کنن، میبرن کجا؟ خارج. دبی آباد شد، مثل ترکیه آباد شد، حالا گرجستان بقیه هم تو راه که آباد بشه از پول ما ایرانی ها. بعد کانادا ببینی چه پولی رفت، آمریکا ببینی چه پولی رفت، لندن، همه جا. یک نفر اینها به فکر این مملکت نیست که آقا تو میخوای ایران توسعه پیدا کنه باید سرمایه گذاری کنی، با ساختمان بسازی، کارخونه بسازی، مزرعه بسازی، تولید رو ببری بالا، و بدون اینها ممکن نیست. از طریق این نگاه و بینش و تفکر هست که بیکاری هم برطرف میشه. وقتی سرمایه ها خود ایرانی ها الان هی دست دعا به طرف اروپایی ها، ایرانی ها شرایطی براشون فراهم بشه برگردن سرمایه هاشون ها یا حس ملی داشته باشن، بیش از 1000 میلیارد سرمایه در مدت کوتاهی وارد ایران میشه. بسیار اگر مغز من میشه الان که هر روز هم توی این فضای مجازی نگاه بکنین، هر روز یک ایرانی در سطح نابغه جهانی شناخته میشه. توی آلمان به دکتر صمیمی به اصطلاح ابرجراح جهان لقب دادن، یه واقعیت هست. یا کسان دیگه، هم نیروی انسانی بسیار بسیار داری، هم سرمایه داری، همه، فقط این مملکت دزد پر شده، دزد تمام سرمایه رو خارج میکنه. خب تو در نظر بگیر یه چاقوکش لات بی پدر مادری مثل قالیباف میاد حمله میکنه به سفارت عربستان. خب معلوم نیست منشه تصمیم گیری کجا بوده، خودش بوده، به چه دلیلی. 700 هزار شیعه از عربستان هر سال میمدن هر زیارت، هر سال پولی با خودشون میبردن، ارزی با خودشون میبردن، به مرتبه خواهد شد. خب بعد میگه آقا شهر توریستی فلان، آقا تا حالا این پولهای کلان رو صرف این کردی که یه هتل 4 ستاره 5 ستاره 6 ستاره بره توریستا درست بکنه؟ آقا تو شهری که نوای موسیقی درش ممنوع است، آقا چجوری بخواییم توریست رو جذب بکنه؟ که همشون هم میگن پتانسیل ایران چی هست؟ 20 میلیارد میشه امیدوار بود که توریست وارد ایران بشه. با این بضاعت، با این وضعیت، حالا نگاه بکن ترکیه که سال گذشته 25 میلیارد دلار از با وجودی که آسیب دیده، با وجودی که بسیار سند توریستش به خاطر سیاست های اردوغان و به خاطر جو و جنگ و ترور و آدمکشی و تروریسم و اینا آسیب دیده، 25 میلیارد دلار از توریستش نفت. هنوز در صورت بقایای اون جامعه مدرن یا مدنی سابق داره هنوز عمل میکنه. تو کدام اقدامی کردی که میخوای این منبع درآمدت رو ببری بالا؟ با توجه به این توضیحات شاید من فکر پدیده انتخابات هوشیاری من بره بالا. بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم. عرضم به حضور شما که امروزم برای اولین بار آقای پوتین و آقای ترامپ با هم دیگه تلفنی صحبت کردن، این در حالی که خانم مرکل هم با آقای پوتین ملاقات حضوری داشته در شهر سوچی و گفته علارغم همه اختلافات ولی همچنان بایستی که این گفتگوها ادامه پیدا بکنه. و
البته تا این لحظه خبر چندانی نیست، مطمئن میگن که محور اصلی صحبت که دو طرف توافق کرده اینه که بحران در سوریه بیش از اندازه طولانی شده، این جنگ داخلی، و باید به این جنگ پایان بدیم. ولی این در حالیه که سپاه پاسداران اعلام میکنه که ما در کنار نیروی قدس داریم نیرو اعزام میکنیم به سوریه. به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقاتی در پیش رو هست. اون چی که مسلمه اینه که روسیه کاملا معلوم و مشهود است که به اهداف خودش در اونجا رسیده، پایگاه های خودش رو در اونجا مستقر کرده، نیازمند پایگاه های، چون روابط کهنه و قدیمی از سالهای 1970 اینا در اونجا همراهی میکردن در دوره اوج جنگ عرب اسرائیل. همیره سوریه در کنف حمایت روسیه یا شوروی سابق بوده و این رابطه همچنان ادامه دارد. اون کسی که اینجا متضرر شد بر اساس همین صحبتهایی که آقای رئیسی الان گفتن فقط مردم ایرانن، و تا زمانی که این حکومت بر سر کار مستقر است شرط همین است که میبینی، ما شرط دیگری رو درش نمیبینیم. اینکه پول میدم پول میارم، اون میگه یارانه، نمیدونم انعام دادن، صدقه دادن، اون خوب نیست، از این حرفای بیخودکی میزنن. و اون چی که معلومه اینه که شوری در مردم نیست برای انتخابات، باید منتظر شد و دید. به هر حال ممنونم آقای رئیسی از شما، یه بار دیگه تشکر میکنم از حضور در برنامه، از اینکه مهر میکنی و همراهی میکنی و حرفاتو اینجا میزنی، ما هم خوشحالیم و میشنویم. ممنون و سپاسگزار شما هستم. متشکرم. موفق باشی. سپاسگزارم از شما. متشکرم. بها شنیدیم صحبت های آقای رئیسی، امیدوارم این صحبت ها هم کمکی کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده، سوالات کنید که لینک برنامه رو از هر طریقی که میتوانی برای دوستانتونم ارسال کنید. ما این لینک ها رو تو شبکه های مختلف قرار میدیم. شما هم میتوانید با عضویت در یکی از این شبکه ها یا همه این شبکه ها در توضیح لینک ها کوشا باشید. به هر حال آسان ترین راه اینه که به فیسبوک بیای، لایکی بزنی، عضو شبکه بشی، یا در هر کدومش، در کانال تلگرام، در شبکه یوتیوب، فیسبوک، نمیدونم گوگل پلاس، توییتر، شاتکست، شما هم همراهی کنید. به هر حال مسئله ما مسئله مالی است، ما مشکل مالی داریم. اگر میتوانید، اگر این برنامه ها مورد توجه شما واقع میشود که میشود، در این دیگر دروغ نیست، ما نیازمند همدلی و همراهی شما هستیم. بدون کمک مالی شما ما نمیتونیم این راه رو ادامه بدیم. باز هم پیشنهاد میکنم برای رسیدن به خبرها و دیدن ویدیوها و لینکهای مرتبط به مردمریپورت.net بروید. از کاوه نازنینم سپاسگزارم که مهر میکنه و بعضن لینکهای برنامه ما رو هم در سایت خوب و پرمخاطب خودش مردمریپورت.net قرار میده. از همدلیت سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر. متشکرم.